ايزي انتخابته. لا 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 یه جوری زل زدید انگار من واقعا قاچاقچی‌ام. چه اینجوری نگاه میکنی؟ یعنی باورم نمیشه ها، هر کی به جای شما بود باورم میشد الا شما. چطور تونستی؟ آقا مال من نیست، به جون دوتا دخترم مال من نیست، من اصلا روم خبر نداره. این از اون سازا بود که بعدن صداش در اومد، پس بخیه کارم بودی و من نمیدونستم. رعنا تو چرا یه حرفو میزنی؟ ساز و آواز چیه؟ من اصلا تو عمرم همچین چیزی رو ندیدم، اونم این همه گذاشته تو اینجای جیبم. باشتر کنم آقای گلی، خودش که بال نداره بیاد داره تو جیب شما. حالا خود کپتشو آقای گلی، این رئیس جدیده یه سی میدونست که با آشنا و غریبه رو بگردید. واقعا دستی درد نکنه که از اعتماد من سوء استفاده کردی. من بعدم با تو کار باشه. حالا ببین اگر از اینجا بیرون ده کردم آقای منو میبری. رانو ببین این سیما زنگ زنگ و مینا حالش خوب نیست. منم داشتم میومدم اینجوری گرفتار شدم، یه زنگ بزن ببین مینا حالش چطوره. دلم آشوبه فرزاد. جونم یه سر به مینا بزنیم، بدبخت مافنگی دلش آشوبه. من میگفتم منو الان با سیما روبرو نکن. من به تو میگم مینا، تو میگی سیما. خب این دوتا چسبیدن به هم دیگه همیشه. صفرون ببینه سنتی میزدی یا سنتی؟ کدوم؟ سنتی میزدن سیاه. آقا گلی برو بگی بشی. پلیس زنگ زدی یا نه؟ پلیس زنگ بزن. زنگ بزنم کم بیام ببرنش. گفتم پلیس زنگ بزن. یا حالا یه جوری درستش کنی. یا هرچه هم خرج چی جوری درستش کنم؟ چی؟ واتساپ با همه برو بشین سر جات. برو بشین سر جات. جرم خود سنگی تره. آره.
بدنش از خود آنه چه زنتیه؟ خمانه چه زنتیه؟ چه دیگه برده زنتیه؟ میدونم الان چی میکشی؟ اینشالا غم آخرت باشی جانساز جایی نداری واسه اون موقع که سونتی نداری باید فکر رو میکرد جانساز جایی چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ آقا یه گلی برو بشه سر جات آقا گلی بفرمان دیگه بفرمان خرابترش نکن معلوم میدونم شما ببین دایی جان داد دستش آره هرچی هستم کارتش رو بده بگو کجا میتونم راحت با طرف بزنم همینجا همه که میزنم با چند چی چند بیمی پنج دو پرونده هست تا دادگاه با دو ماه دیگه هست یه عرب تو به جرم بیمیده هست آه همینجاست نگاه کن دایی جان داد دستش جان حق با بنده بود یا خیر؟ بله دقیقا سلام سلام علیکم تشریف آوردی؟ بفرمایید من در خدمت سرکار خانم گلی ایشون کی هست؟ خواهر زادتون هم دیگه نه ایشون نه ایشون که تو تلویزیون هست و میگن مانیتور حاج آقا بعد چه انتظاری دارین من چه بدونم کیه گویا با خواهر شما سرکار خانم گلی یه مراوداتی داشتن من گفتم شاید بشناسینشون نه 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 من فقط همین یه دونه خواهر رو دارم کلا ما زیاد فامیل نداریم اصلا اهل رفت آمد نیستیم بعد کلا شرط بابام برای ازدواج اصلا حواستون کجا سرکار خانم ازدواج چی ازدواج با کی من اصلا الان آمادگی ازدواج ندارم نه اجازه بدید من توضیح میدم خدمت شما خانم گلی منظور دایی من اینه توی این فیلم یه خانومی هستن که یه نمه همچین کلا بردار میزنه شما هم اونو دیدین؟ اصلا در ابتدا ارسلان جان دیدشون بعد به من گفت من دیدمشون شما اصلا چرا به خانوما توجه میکنین؟ به جای اینکه از توی این دوربینای مدار بسته به فضای مجازی نگاه کنی یه ذره بیاین بیرون دنیای واقعیتون رو ببینین آدمای واقعی دور براتون سرکار خانم شما اصلا کلن مسیر رو اشتباه دارید میرید این تو توی این مانیتور تلویزیون یک خانومی هست که گویا مشکوکه به داره کارهای خرابکارانه انجام میده بله اصلا اعتقاد منم همینه شما نگاه کنید برید تو صفحه های اینستا و فیسبوک و اینا کلن هر کسی که اونجا عکس پروفایل گذاشته عکسش با واقعیتش فرق میکنه ولی من نه اهل فضای فیسبوکم نه چه بدونم اینستا و اینجور چیزا همینی هم که هست سرکار خانم گلی اصلا موضوع شما نیستید بابا این خانم مشکوکه بله 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 همه چی مشکوکه اصلا تحقیق لازمه یه هر کاریه حق هر خانوادی که نسبت به هم دیگه تحقیق کنه اصلا جوونا باید نسبت به هم دیگه تحقیق کنن اون مسئله یه عمر ازدواج الکی که نیست باید برن زیر است مگه نه آقای دکتر تحقیق از پدر بزرگوار شما قد کله بنده مواد مخدره گرفتن چرا با اعتبار خانوادگی ما بازی میکنی تا آقا پدر من هر کاری که بگید ازش برمیاد جرم جنایت قتل ولی مواد مخدر نه اصلا من قسم میخورم همه الان آقای دکتر در مورد من چه فکری میکنن اجازه بدید من یه مطلبی عرض کنم خدمتتون خیالتون رو راحت کنم من در مورد شما فکر بدی نمی کنم واقعا در مورد خانواده ما فکری نمی کنی؟ من شک ندارم پدر شما اینقدر آدم محترمی هستن که همچین دختر با وجنات و با شخصیتی رو تحویل اجتماع دادن جناب آرامش اگر فرمایشی ندارین بنده رفع زحمت کنم آرامش نه آرام بخش بخش و مخشش مهم نیست مهم آرامششه بجزد نشان کتاب فرزاد بگم دکتر اومده دکتر نه فرزاد
بابا دارم میگم دکتر اومده چیکار کنمه؟ میخوام اسم من بدبخشی؟ دیروز شوهر خوب بود، شوهر جون بود، شوهر بالش زیر سر بود، حالا که مرزی داستان بود تپی مردا بهترینشون هم شارلاتان ترینشونه، فهمیدی؟ هرچند شارلاتان ترینشون هم بهترین. اصلا بهش نمیام به آقا فرزاد؟ نه آقا دکتر. ببین اینا همه چون همین جونی هنه، اولش تریپ عاشقی برمیدارن، بعدش که میزنن به تیپ و تاپ آدم حق بازه فرزاد؟ نه خیر دکتر. خواهر من یک کد بذار، من اینطوری گیج میشم. کد دیگه برای چی؟ میگن که تا وقتی که موهات اینه دندونات سفید بشه مجرد بمون، بهتر از اینه که وقتی بخوای عشق عاشقی کنی بعد مثلا عروسی کنی یا اینا بعد طلاق بگی بیفته رو دستا. اینقدر بدم میاد که ادای منو در بیاره، من خنگو بگم اومده بودم ازت مشورت بگیرم. خیر سرم. مشورت میخوای از این متعلقه؟ بذار بهت مشورت بدم. بهش روی خوشش نده. فهمیدی؟ تازه میفهمم بیشوری یعنی چی. دکتر فرزاد کتاب؟ خیلی بیشوری ها. با منی؟ نه خیر ساعت دیبر تختی. نه دکتر فرزاد کتاب. اوه پت 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 دیگه بلی سام بتوخلار شم من دیده دیده با بی گوتر بوده منم سوزدارم سانو سوزدارم با گوتر دیده ده هر تو ببن میگم اصلا میدونی چیه من اینقدر هزینه کردم اینقدر باشگاه رفتم اینقدر رژیم گرفتم تا به اینجا رسیدم بگو من سانو بیسکیت جناب کاسه پنه من ندیر سامونه سوز داره گلاغ است مثلا جناب کاسه من بیدانه سوزه بید یخ چه سوز بیازیم آقا بوی دیر نمه نده نه بلیلیسه لطفا فارسی صحبت کن اون بیدیر فارسی دانه بله بله فارسی سوز داره میسه مونه ترجمه نده جناب کاسه به قبلا هیکله وارده باق توپه نده ملوات بسکت بال اجاز داره قربان الان اولوکت توپه والی بال یقشتر اتسان با هند بال یقشتر پیم پون آقا یقشترماغا ندیم جمع کن جمع کن زم تفرق لباس این منم این آبجی کوچیکته نیتم منم خانواده رو تحت زیر سوال آبه بله خانواده تون برم دارد و خودت هم میبرم زیر سوال سنه من اپرمزم زیر رادیکال من چی شاقو دارم برو برو اجازه بدید اجازه بدید ببینید نه من متخصص رژیم غذایی هم نه چاقی و لاغری میدونید چی آقا من 40 میلیون هزینه کردم آها الانده ایر 40 میلیون هزینه کردم الانده زیبی ننگویم بیرون منم دادم یعنی پدر من سوزیده من گتمیشم اشلمشم دل برو آقا بو منم علم ده با بخشنن که اشلمشم پول سوزیده بله باید کار کنی میگه من رفتم کار کردم این پول دادم باید کار کنی پولو کی داده؟ ایشون داده آقا بی دقیقه سبر özümün فارسم vardı danışaram qabaq dedim آره بله بودی میگفتی میگویم که خودم رفتم کار کردم بیل زدم در آوردم 40 میلیون اونم 40 میلیون هم دیده آخه جناب قاضی من 40 میلیون دادم 40 میلیون کی 2 میلیون قبال 2 سال پیش 2 میلیون قبال من 2 تا پیراج سوخاردم پارچم جا الان 2 تا پیراج دلار 120 میلیون یعنی بخ میزون تا پیراج و هم چی میگه دو تا پیراج دو تا پیراج میکردم تو پارکی هم وظیفت آقا زن گرفتی باید سفر کنی خیر اینه نه درست میگه چون نه سنون قباهون ده بلیر چون اویده منی یه اینان که من باز دولانه رو منم دارم ببنده دهانه تو ببنده ده با پاشه دست باز دارم فارسی بگید بفهمم چی میرم هیچی هیچی آقا هیچی این مور افعی باخ منم دارم دولانه رو منی فشارا گویر فشارم هر یا نمورر چه سن هندی بنا نظر آقا شما یه سوال من جواب بدید مرد وظیفش هست خانمشو ساپورت کنی یا نه آره وظیفش هست یعنی چه تو هم داره طرفدارم یعنی ببین داره طرفدارم میکنه من طرفداری نمی کنم من دارم میخوام داوری کنم عزیز من آقا یه لحظه اجازه بدید اصلا من میگم یه کاری بکنیم ایشون 500 تا سکه مهریه منو بده منو طلاق بده بره زن بگیره هر چند تا دوست داره براش بچه اینا درست میگه شما باید بدی دادگاه بریم هر چند تا فارسم مهریه دقا نه نه فارسم کتوب ده دقا بقیه اصلا میگه بیریم دادگاه هرچی مهریهش باشه من میدم بسیار خوب من یه نامه می نویسم شما بری دادگاه البته قبلش باید بری یه دمنوش بخوری اون بالاست وقتی اوزاد یه خورده بهتر شد اعصابت راحت تر شد نیا پایین میشینیم صحبت میکنیم مهرم حلال جونم آزاد بله سن نیا تیتریر برخوره منن آیرلا من میترسم از تو تو داشتم همین الان طلاق منو باید بدیم چی با همونه چی بود تپون نه بارا بابا آقای عزیز بود دموشنا رو چه بردازه دموش بالاست گل گاو زبان اصلا من زبانی نیچم بود گاوا نیشتم بود اشتیم انه بود که
میگم اما تو الان برشه گرفتن آوردن اینجا؟ برشه گرفتنت؟ مواد. مواد؟ چقدر؟ اینجا گفتن اینجا در بوده انقدر. انقدر؟ نگیری گردن ها؟ اعدامت میکنم این جرمش اعدام هم میشه قاچاقچی وقت بگو بری مصرف شخصیم بوده. حالا من حاضرم اعدام هم میکنم ولی نگم معتادم. بزر جان معتاد بیماره نه مجرم. او انگی که به تو میخوره انگ قاچاقچیه. قاچاقچی هم یعنی اعدام. خیلی من بشه تریاش من شوی مباد به نظر من یعنی کار زنته گذاشته جیبت انگ قاچاقچی بهت بتونه بتونه بکتر طلاق بگیره برای کارش. من زنم کجا بوده داشت دلت خوش ها بایست دو سال هنوز زن نگرفتی تو؟ چرا گرفتم فوت کرد مرد؟ خوش میمون مردی تو مرض داری بکشیدش خب طلاقش بده نمیشه امو نمیشه سنگینه خیلی مریش سنگینه چقدر بوده؟ ده گرم ده گرم طلاق؟ طلاق بود طلاق چیزه ده گرم بالا مگس اینانی یعنی چه؟ شما رو خودتو مسخره کنم عوضی شوخی ندارم مسخره چه؟ جدی میگم والا ده گره بالا مگس منشه حساب کردم خودم و دو نسل پشترم با هم جمع بشیم هرچی مگس تو دنیاست بگیریم بالاشم بکنیم بدیم به این ده گرم جمع نشده آی نمیتونی برو بگو که میخوام زندگی کنم غلط کردم نمیشه یه ویلای 500 متری دو تا مغازه سه دهنه دو تا ماشین فول آپشن آخرین مدل بهش دادم یعنی میگشه میگه به اندازه 2 گرم بشه بقیه‌اش سو درستش کن آه مگر حالا فهمیدم چه؟ حالا فهمیدم چه؟ اون معتاده محبتی یه دم دم داد کن اون گذاشت تو جیب من مگر؟ فهمیدم زاکری سکر زاکری بله بوده بیا ببین زاکری این حاجی از اون مغازه منه همین الان برو زنگ بزن رو بودی گفتی اینجا چرا میشه؟ من دارم بهت میگم برو گفتم برو با نفسا اومدی ها؟ چت شد اما چه شد؟ تو گذاشتی دیگه من؟ چه تو گذاشتی؟ من خب الان من میگیرم چه میگی؟ چی میگی؟ سلام سلام پدرتونو به جرم قاچاق مواد مخدر گرفتن شما نشستین اینجا؟ میدونیم بابا خوشی و آسویش اصلا به ما نیومده کجا؟ کجا؟ میبینم میبینم این قدر آقای جونه به به چه حسن تصادفی پدر گران کجا هستن؟ مجرم الان تو اتاق حراسته البته آقای دکتر برای که پدرم پاپوش دوختن ما اصلا تو خانوادهمون کیس احتیاط نداریم البته به لحاظ قضایی معتاد مجرم محسوب نمیشه بلکه بیمار محسوب میشه اما کسی که مواد مخدر رو حمل میکنه اون بگی مجرمه احسنت بر شما اگه اون ببخشید بیماره اونم داره دارو میده دستش دیگه اونم پس اگه میشه جور بشه معید باشی بفرمایی دکتر جان بفرمایی عذب دمنوشای خوشمزده دستتون درد نکنه دستش درد نکنه خیلی خوشمزده اولما یعنی باید یاما نوته یعنی سن اله به وقت بیان طرف دیده سن گنده من اصلا فیتیله فیت برردم میگم خوب گفت بیاییم بالا دمنوش بخوریم و خیلی خوشمزده بله بیشه بیلیم بیشه چرا نگاه میکنید؟ ما الان باید فکرامون رو بریزیم رو هم یه فکری بکنیم نمیشه که فکر چی آقه؟ شما سه نفر رو هم اندازه یه پفک فکرتون کار نمی کنه آقه نیست که دستگر میگیریم رو همیچون دست پر بگیرم چی کار کنه؟ نه عقل داشتی؟ اینقدر پا 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 بازی در آوردی به سر از دست داری از داره باید عقل تصمیم بگیری اینو اینقدر با احساس تصمیم نگیری اتفاقا این سری دارم با عقلم تصمیم بگیرم ولی خب تصمیم درست رو بگی شما انتخاب درست رو داشته باش بزن دیگه بزن یه زن بس فرزاد بزن این بابا تو در آبون که چی بکنم انتخاب غلط این همه دیدون ما چی بشه ای خدا
ببخشه. بنده خره کیه بخواد ببخشه. بفرما پفک. محبت رسالو منظرت میخوام خانم گلی، من چند دقیقه میتونم مزاحمتتون باشم؟ نه نمیتونی مزاحم کسی بشی اینجا. بله حتما. بله حتما. چیکارش داری مینا؟ چیکارش داری؟ میخواد بره کجا؟ سیما چی شده؟ سیما حرفزن چی بود؟ معتزه لده حالا زارو ماستم میشه جان دستتون درد نکنه. خوب بود؟ عالی بود، عالی بود. الان نخط فرزیم خدمت دا؟ چقدر شد هستم؟ ناقابه ده. آه نه دوتاش بیست. بله یه هدیه هم به خودشون بدیم دیگه بابت دموشه خوبشون. بابا یه چیزی هم اینه منه دیگه. دموشه حالا زیفته دایناسور بمیده. اینه منه دیگه مشکل ها. دست شما درد نه. ناقابه تشکر. مرسی ممنون. بفرمه سلام. چه دایناسور شد تو مقاید به درگیم. بابا چه ترسیری چه خبر چیشه مونگا مونگا نوبالا غوز درست با اینجوری بی جنبه یا گرخشم و بریم دیره کجا بریم؟ وای 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 کرونا 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 اینجا کرونا نایتی داشته کرونا کرونا چاقو فندک چیزی نداری؟ سلام علیکم. سلام، حال شما چطوره؟ به به جناب رسولی خیلی خوش اومدید. کجا؟ خونه آقا شجاع داره میرم داخل دیگه. خیلی خوب، شما تشریف برید خونه آقا شجاع، ولی اگر اجازه بفرمایید بنده اول بگردمتون بعد تشریف ببرید. زیادی منو ببین. منم میخوام بگردی. قربونتون برم آقای دستوری، از وقتی که آقای آرام بخش تشریف آوردن بخشنامه اومده، اگر روح پدر بنده هم بخواد اینجا رد چه بنده باید بگردمش. ببخشید خلاص. حلال بگرد 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 ولی حالم داره ازت بگرد. خیلی خوب ببخشید. بله. آره یه توک قاشق هم از این سبزه میبندی تنی. فقط رنا جان توک قاشق کجا قاشق میشه؟ اینجا. بله. اینجا رو کار اینم بذار تو. حالا چشم این خوب بزن. سلام علیکم. راه انداختیم بوفر. باره کلا باره کلا به لطف شما اتفاقا بستیم. بدیم بیکاریم داشتیم غرغربازی در می آوردیم دیگه. مشتری هم که اصلا نداریم. ببخش. بله بله کلاغ هم پر نمیزنه. مشخصه که کمی دلخوری رن خانوم. عرض میکنم خدمتون کار قانونی بوده. لطفا این حرفا رو بذارین کنار. شما مثل یک کلن حراست گذاشیم کنار داره؟ نه یه چند ساعت بیکاری داشتم گفتم بیام پیش رعنا خانم چیز یاد بگیرم. بله بله خیلی هم عالی. مولا عبرتون. عرض میکنم خدمتون. عرض میکنم آقا گلی تماس گرفتن گفتن ظاهرا یه کسی شیطنتی کرده چیزی در جیبشون قرار داده. شما نگران نباشید. دل خوشی هم من اصلا ازش ندارم ولی مطمئنم که همین اتفاقا خیلی هم پیگیر بودن که از طریق دوربینا چکشون کنیم ببینیم طرف تا در نرفته بگیریمش. اولین دمنوش دست ساز طبیعت خانومو میل بفرمایید. یکی رو فعلا این دفعه مهمون خانم طبیعی هستن و دفعه بعدیش دیگه پولیه ایشون. ما که سویا ایشون ندونن شما میدونید هم حق آبوگل داریم هم حق طبیعی مونستش اینجا باشیم. میل بفرمایید اینجا نمیبستیم. خوب شده؟ خوب مال دو دقیقش بی‌نظیر عالی. راست میگی؟ این همه هنر داشتیم چرا تا حالا رو نکرده بودی واقعا؟ بازم داری؟ بله بازم میخوام. برکم برکم
عقبتر اینم که نفقه بود فقیه هست اینم که عدم تمکن چیزی گم کرده آقای رسولی نه رانه خانم شما خودت شاهدید این اتاق سالها با این تجهیزات اجازه نمیدن کسی بیاد تو من موندم این هم نامه‌نگاری کردیم چجوری اینجا رو در اختیار شما قرار دادن دوستان ما چی داشتن لطف داشتن به ما لطف من نکن رانت داشتن دیگه لطفش کجا بود آی 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 همینجاست نگه دار خب نگه دار نگه دار یه ذر دیگه بره اون چیزی که شما میخواییم همینجاست بفرم جسارتم من که چی نمیبینم آقا ایراد از نمره اینک شماست کور اینو میبینه اینا آقای رسولی با این سن و سالش دید نه خانم من هم چیز نمیبینم کجا رو میگی؟ آب هویج هر دو آب هویج لازم این آب هویج بکنم کجا رو میگی بفرم؟ طبیعی بزن عقب عقب طبیعی عقب چشم حالا حرکت آهسته کن آهسته آی 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 همینجز نگه داری خب آره 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 پندش رو بفرما این لحظه بود دیدی اینها چه بودی؟ اینها 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 دیگه آه یه چیایی دارم میبینم الان بازم یه چیایی نگه از حرام نشمس آقا یه عصای سفیدی عینکم به تجهیزات اضافه کن آقای اینطور که از شواهد امر پیداست ما این فقره رو چی کردیم عجله نمیدونم شما چطور آرام بخشی از این که اینقدر عجولی و بس حداقل یه کاری بکنین اینه ها من چی کنم من کار خودمه طبیعت خانم شما هم تشریف بیارید الان رسمی تر از منید بریم بالا اقدام میکنم با اجازت من برم هماهنگی ها رو میکنم با اجازت همه هماهنگی بکنم تا گوشتال گاف شود بودی پدرش در بودی اینا روش من تجربه واقعا نمیبینی؟ سکا خانم یک بار دیگه بذاریم من هنوز چیه درستی متوجه نشدم با شما چی تو رو عوض کنی؟ پارکمو؟ نه اینه که تو دیدی؟ چی تو چپوند؟ چپوند دارم اینجا گذاشتم به به امروزی چاکر شربتی هم واسه خودم هم واسه دخترم دخترها رو قاطی خودت نکن تو من 11 دار بخاطر فاصله دارم آدمای خوبی دو زار تعریفت کردیم سوی استفاده کردی چرا چرا واسه من دورگی رو یه دم نوش خوردم صدا میگی شد تو چی دورگی کرده تو برای چی میخوای بیای دادگاه اومدی بودی اینجا بابا اومدم دخترم زنگ زد گفت خواهرش مریض نمالش خوب نیست اومدم اینجوری گرفتار شدم خیلی خدا شکرت شد من با عزت برم دیگه شما کجا بری هر روزا برم دکتر گلور درست کنم خونه بگیرم مگه بابا یا بیشم بابا خوب میشه خونه من واسه خودت میگیرم عزیزم تو که میگی با 30 تومن خونه نمیدن میدن ندن من میدم 30 تومن رو بذار بانگ هر ماه سودشو بگیر حالشو ببر با هم میریم زندگی میکنم دیگه بیا ببین من اوشله زندگی با شما ندارم اصلا معذبم شستم چی گفتی بیه خونه من هنوز سیب زمانی نشدم من که الان آواره هم دوتایی میشیم آواره دیگه بیا ببین تعارف نمی من گرم خونه برم خونه تو نمیام اونجا خیلی راحت ترم بخور دیگه اون یه ضرر هم بخور بشه جا نواد ریخته بودین توش دیگه متوجه نشدی؟ دو برات زدم اینه بوم منفجر بشی بخور شغل داشتم آبرو داشتم کار داشتم در عرض 5 سال یه جوری زندگی کردم که شاه نکرد شو جان، موشه جان، خب و کار شما چی بود؟ ساقی بودم نه؟ کل پارکای غرب تهران و اندکی از شرق تهران قروق داشتون بود زولا بخوری، بخور کار آبرومندی که میگفتی هم میگفت ساقی بودی بسی ببینم دزدی کردم نه اختلاس کردم تازه به زنها هم نمیفروختن زیر 18 سال که قدقن کلبا با غیرت هم بوده آفنی تازه نسیه هم میدادم غیرت بخور بخور تمومش کن ولی بهره نمیگرفتم از لوتی هم بوده
اما میدونین یه مقداری اینایی که بهشون نسیه میدادم قاطی میکردم میدادم بهشون دیگه. ضعیف کشی تا این حد تمومش کن. بخور بخور. اما همه ی معتادای محل ازم راضی بودن، بعد برای امواتم فاتحه میخوندن، پول برکت میکرد. واقعا باید به قبلشون نور بباره، بس به خاطر اون گذشته که اینجوری عاقبت به خیر شد. اینجا رفیق بد و متاع خوب. از وقتی عملی شدم این جنسام قاطی شده بود، مشتریام کم شد. خاطر از این بی کیفیتی یا زهر ماجی گذشته بودی اینجای گلی؟ آره؟ نه اون خالص خالص بود. شرافت هم داره تفلک معرکی گناه آقای گلی هم شستی. بابا میدونی چی شد؟ زنم میخواد ازم طلاق بگیره، این داداشاش نشستن زیر پاش میگن یارو معتاد، ازش طلاق بگیر ازش طلاق بگیر. اصلا داداشاش همبساطی خودم بودن، با من پا میشدن با من میشستن. رفتم به زنم گفتم بابا اینا اینجوری هن. زنم باور نکرد. تا امروز که دیگه داشت میمد دادگاه یه تیکه از اونا اومدم بندازم تو جیب داشته که بفرستمش پیش نادر که که بالاخره گلی رو فرستاد پیش نادر. پس اینطور که از شواهد امر برمیاد ما خامی و جوانی و نادانی کردیم، این بنده خدا آقای گلی رو فرستادیم پیش همون نادری که ایشون میفرمایند. یک معذرت خواهی، ما با آقای گلی بدهکار شدیم. پس البته بنده باید یک تشکر مبسوط از سرکار خانم سیگاری داشته باشم که با اون معجون معرکه و اعلاشون کاری کردن که یک معتاد محترم به آغوش جامعه برگرده و اعتراف کنه. اصلا عمه خفن، عمه خفن اختیار داره دیگه. کاری بود که از دست ما برمیمد، یعنی یه جوری تخلیه اطلاعاتش کردم که یه مامور آگاهی تو خود اداره آگاهی هم نمیتونست اینجا تخلیه دیگه. متهم تحویلشون. چرا میزه؟ همه چی بود؟ دیدش قصش بلا سخت شد. از این اولی پلاستیکی ها بود، قیافش هلکی شد. بود جنسش؟ از طرف چشایی داشت منو میگرفت. چی شده؟
به عجب جایی. اینم خونه آجی جون، دیگه چی میخواه؟ خونه این که قصر مرد حسابی، ما به دو اتاقی میگیم خونه. چند است اینجا رو نگاه. ایچی مفته، متر 40.5. 40.5 واقعا مفته. آجی جون، امروز آبروی ما رو خریدی یا؟ آقا انجام وظیفه شده قربونه. واقعا دمت گرم. ببین آجی، من با این دو تا علنگ ها اینجا زندگی میکنم. شما هم بیایید میشه سه تا. آشگی ما هم علنگ حساب کردی یا؟ میشیم چهار تا علنگ. اشکال نداره. آجی جون، بابا رفیقی، به دل نگیر. قربانه. هرچی شما بفردید. چشم، چهار تا علنگ. زنده باش. برم یه نگاه کنم. آره برو بگرد. دریاس اینجا. الو بابا اینجا چیه؟ چه گریه میکنی بابا؟ ده بابا حرف بزن دیگه، چی شدش؟ با تو هم بگم. خیلی خوب. چی شده؟ من الان برمیگردم. خدا شما دیگه چی شده گریه میکنی؟ یه شب نشد بی سر خرزه دیگه کنیم. ما اگه نریم دنبال شهر، شهر میاد دنبال ما. معلوم برم گرم آجی. من دیگه من میام دیگه. بابا تلم شد. تنها برای چی بمونم؟ بریم بابا بریم. بس بیا آجی. اما فقط اینو بعدی چهار فاسفش گذشته. یه چه کن؟ اینا گذشته. این مدیره. هرچی چهار فاسف گذشته شده خود مدیره. همه رو بده بسیم مدیر آمه اینه داره گریه میکنه. آه چه پا 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 میکنه. این چی شده؟ با داره گریهش اینجوری یه تفلی. سیما طالب منجوی مدیران اینا که گذشته روشو ماجی بزنم و نگیره یه آبرو میداره. حالا راحت شدی؟ همین رو میخواستی؟ اما یه دقیقه حواست اینجا باشه معلوم بیا کجا؟ بابا درسته زنم نیستاری بابا کلی خاطره خوب باید داریم گلان داره نه ایده چون سیما جا سیما جا سیما جا چشونه این؟ دیوانه هم دیگه عزیز من دیگه سوال کردن داره. اون از خونه، این از دادگاه. آسایش نداری؟ نداری به زمان نداری. اون زیرمین نریخته باشه چیزی. رعنا جون؟ جان. رعنا جون؟ جان. رعنا جون؟ آی. سلام. علیک سلام. اخراجش کرد. چی؟ بده میبینه. این بخش نامه رو بزید تو پرونده چهارم. شما گفتی بزنم پرونده سوم. کی من گفتم زیادی پرونده چهارم. خبر آمد، خبری در راه هست. چه خبر داد میزنی؟ چه خبر؟ نمیدونی چی شده؟ آقای گلی آزاد شده. بله میدونم. سیما اخراج شد. چی؟ کدوم سیما؟ صدا و سیما. ما چند تا اینجا سیما داریم؟ یه دونه سیما داریم دیگه. چرا؟ چرا؟ این آقای رئیس جدید با یه چیایی که میکنه چند تا چی میشه؟ اینقدر دریوری نگو. آقا دریوری چی؟ تمام اینجا دوربین کار گذاشته سیما رو در حال رشوه گرفتن، گرفتنش و اخراجش کردن. از این حرفا به تو چه ربطی داره؟ به من چه ربطی؟ بله به تو چه ربطی داره؟ راست میگه. من و جناب آقای آرام بخش یک روحیم در دو بدن. اگر چند وقت دیگه من نشدم مدیر حراست، هر چی دوست داشتی. هندل؟ شیرم کن نون باجو تو بخور، آدم با نون پاچه به جایی نمیرسه. اتفاقا من با نون پاچه، نون سیراب، نون شیردون، نون بناگوش و نون مغز به همه جا میرسم. من نون باجو از گلو پایین نمیره. بیا برو سر کارت، وگرنه این صورتت اینجوری میمالونم به هما. یه کاری نکن بگم اخراجت بکنه ها. حواست به جا. این موقعت ما خواهی رئیس جدید بشی. بله. زیادی؟ شیرفکم ببارو سر کارت. نرم میخواهی چکار کنی؟ نه رفت.
سیمای من کجاست؟ سیمای من کجاست؟ سیمای شما رشته گرفتن اخواد شو نما کنید بی خود شدن سلامتی آزادی آقا گلی بی ملاقاتی سلامتی سکس آقا گلی و رعنا خانوم و سیما خانوم و مینا خانوم و شیراب کرده بیگست سلامتی آقا گلی که سیما خانومش رو بیشتر از مینا خانومش دوست داره سلامتی کریم بنزما چون نمیگه بنزمن میگه بنزما دست کردم بابا دست کردم بابا آرامشی داره نگات که رو به راهم میکنه چه خوبه یکی مثل تو داره نگاهم میکنه مثل یه آسمونی که توی شباش ماه داره میخوام تو رو ببینمت هر شب اگه راه داره میخوام تو هم بمونی کنار حس و حالم دیوونه بار من از تو این انتظار رو دارم بذار حساب کارم از آدم ها جدا شه هر جا برم مهم نیست هر جا که با تو باشه لا 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 صدا صدای قلبمه داره صدات میکنه هی نگات میکنه اما کاش نفهمی که یکی نگات میکنه میخوام تو هم بمونی کنار حس و حالم دیوونه بار من از تو این انتظار رو دارم بذار حساب کارم از آدم ها جدا شه هر جا برم مهم نیست هر جا که با تو باشه